به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیزی که در روم و زوم حضور دارن، عرض سلام مجدد دارم خدمتون و براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم و از خداوند بزرگ شاکر و سپاسگزار هستم که امروز هشتمین جلسه به اصطلاح قرائت تحلیلی داستانهای مثنوی رو داریم با هم دیگه پیگیری میکنیم و اگر امروز خداوند کمک بکنه و با هم دیگه یه میداریم حوصله به خرج بدیم، من میتونم 6 تا داستان براتون بگم. اگر این 6 تا داستان رو من بگم، جلس این دفتر اول مثنوی به پایان میرسه. بنابراین هفته آینده نمیتوانیم، فقط به برگردیم و یک بررسی بکنیم کل داستانهای به اصطلاح این 7-8 جلسه رو و دفتری یک رو جمع‌بندی بکنیم که چه پیام‌هایی رو از مولانا ما دریافت کردیم در قالب این داستان. جلسه های. اگر که فرصت نشد که این 6 تا داستان امروز تموم بکنیم، خب اشکال نداره، هفته آینده هم یه مقداری از وقتمون رو به یکی دو تا داستان باقی مانده به اصطلاح می‌گذرونیم و بعد اون تحلیل رو نسبت به کل داستان‌ها با هم دیگه خواهیم داشت. بنابراین امروز ما به اصطلاح با اجازتون اسکرین شیر میکنم و میریم وارد داستان بعدی از جلسه هشتم میشیم، آمدن مهمان پیش یوسف علیه السلام و تقاضا کردن یوسف علیه السلام از او تحفه و ارمغان. خب ببینید، مثنوی مولانا در به اصطلاح مثنوی بسیاری از مباحثی رو که در قرآن کریم آمده است رو برای ما تبیین و تحلیل میکنه و اینا در قالب داستان ها هم برای ما تبیین و تحلیل میکنه و در واقع اون سیر و سلوک رو در قالب به اصطلاح با استناد به آیات قرآنی میخواد برای ما بیان بکنه. اینجا از یه داستانی از یوسف شروع کرده. ببینید یوسف چند تا ویژگی خاص داره در قرآن. یک، اولا بسیار زیباروه، این یک. دوم این که اخلاق فوق‌العاده بالایی داره از نظر انسانی. گفتم بهتون، گفت گناه عفو کرد آل یعقوب را که معنی با صورت خوب را، یعنی صورت زیبای یوسف با ساب سیرت زیبایی است. اینم داشته باشید، خیلی هم ثروتمنده به عنوان یک انسان به اصطلاح از نظر پست و مقام سیاسی اجتماعی دارم عرض کنم، بسیار ثروتمند، نفر دوم مصر دیگه بعد از جناب فرعون آقای یوسف که همه کاره مصر. اینم داشته باشید، پس هم زیبایی داره، هم جوانی داره، هم اخلاق داره، هم ثروت و پوزیشن داره، یعنی هم مقام سیاسی هم ثروت فراوان داره و از همه مهمتر مقام پیامبری داره. این هم دیگه مقام خیلی بالا. پس بنابراین میبینید که یک الگوی شخصیتی ایدئال رو داره اینجا مطرح میکنه، حول شخصیت یوسف داره بحث رو میخواد شروع کنه. ایشون با یه نفر دوست، این آقای یوسف، از زمان بچگیش، اون زمانی که بچه بودن و توی کنعان بودن و پیش باباش و توی اون قوم و قبیله خودشون بودن، اینا با هم دیگه بازی میکردن تا اینکه یوسف رو توی 7-8 سالگی برادرها روی حسادت و این صحبتایی که دیگه داستانشو خودتون میدونید میندازنش توی چاه و بعدم ایشون از تو چاه در میاد و میبرنش و 30 سال این بنده خدا در تبعید زندگی میکرده دیگه، ناخواسته در تبعید بوده. حالا چه بلاها به سرش میاد و اون داستان زلیخا و این صحبتها و زندان شدن و شکنجه هایی که میبینه و این صحبت هم بماند، بعد از 30 سال، حالا 40 سال از این ماجرا گذشته، اون دوستش که دوره بچگی باش رفیق بودن، اینشون مثلا شده تاجر و رفته دور دنیا به تجارت و نمیدونم زندگی و این حرفا پرداخته. حالا فهمیده که یوسف توی مثلا مصر به پست و مقام رسیده، ایشون اومده خدمت یوسف رو ببینتش. یوسف برگشته بهش میگه که خب دوست عزیز، بعد از 30 سال 40 سال که از هم دیگه دور بودیم و تو رفتی و همه دنیا رو گشتی، حالا اومدی پلو ما،
بفرمایید ببینم که سوغاتی بس ما چی آوردی. این خیلی صحنه جالبیه. شما فکر کنید که یه آدمی برای یه مثلا پادشاه، چه میدونم حالا دیگه نایب پادشاه، حالا اینجوری بگیم دیگه، اون هم سرزمین مصر با اون همه ثروت و قدرت، شما سوغاتی واسه این میخوای ببری، واقعا چی میخوای ببری که به چشم طرف بیاد؟ حالا یه اتکلون میخوای مثلا براش ببری، یه دست لباس میخوای ببری، چه میدونم یه شمشیر مثلا مرصع نشان میخوای ببری. این خیلی این صحنه صحنه جالبیه و این داستان حول این محور داره میچرخه، فوق العاده قشنگ. میگه که آمد از آفاق یار مهربان، یوسف صدیق را شد یاد دادش جور اخوان و حسد، گفت کان زنجیر بود و ما اسد، آر نبود شیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله، شیر را برگردن ار زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. ببینید رفقش اومده یادآوری بهش میکنه، میگه یادت میاد بچه بودی برادرها چه بلایی به سرت آوردن، انداختنت توی چاه، چنین چنان فلان. جوابی که این میده، ببین حالا اگه ما بودیم گفت مثلا ممکنه بگیم آره خیلی بی‌انصافی کردن، ما خیلی زشت کشیدیم، گلگی میکردیم دیگه. این جوابی که میده فوق العاده زیباست، میگه که بله اینا ما رو انداختن، ولی این بر من اهمیتی نداشت، من چون راضی به رضای قضا و قدر الهی بودم، بنابراین این بر من هیچ مسئله اینو، من اینو پذیرفتم، من مثل شیری بودم که به اصطلاح در زنجیر شده بودم و این زنجیر هیچ از اهمیت شیر کم نمی کنه. اینا رو میگه. بعدم از واژه صدیق استفاده میشه در اینجا. صدیق یعنی بسیار راستگوینده، از ریشه از به اصطلاح صیغه مبالغه از صدق، صدق یعنی راستگو بودن، صدیق یعنی بسیار راستگوینده. خب این داشته باشه. ضمن این که یادتون باشه که چرا بگن یوسف صدیق، به این دلیل که ایشون تعبیر خواب میدونست. گفتم که مولانا در قالب داستان به اصطلاح داستان یوسف داره مفاهیم قرآنی رو هم چیکار میکنه، تبیین میکنه برای ما. شما یادتون باشه تو سوره یوسف هست دیگه، میگه ایشون توی زندان که بود دو نفر رو آوردن داخل زندان و این دوتا هم بندش بودن و گفتن که ما شنیدیم تو تعبیر خواب میدونی، برای ما بگو که ما دوتا خواب دیدیم، بگو که تعبیرش چیه. که یکیشون گفتش که من خواب دیدم که یه سبدی از نور روی سرم گرفتم دارم میرم و مرغان هوایی میان از این نورها تیکه تیکه میکنن و میبرن. این یکی گفتش که من خواب دیدم که نمیدونم دارم انگور چیز میکنم، دارم انگور میفشارم و عصاره انگور میگیرم، یه همچین خوابی رو زار. حالا من قرینه به حقیقت دارم میگم، یه همچین چیز. ایشون هم تعبیر کرد، گفتش که ببین تویی که مثلا سبد نور رو سرتو میبره، تو رو اعدام بد میکنم متاسفانه و تو رو میکشنت تا صبح، ولی تو که داری انگور میفشاری و فلان، تو خواهی شد به اصطلاح ساقی شراب پادشاه و وقتی که رفتی پلی پادشاه از منم یادی بکن. برای پادشاه بگو که یه بنده خدایی توی زندان بی خودی، تکلیفش هم روشن نشده، همینطور توی زندان داره شکنجه میبینه و سختی میشه. خب اتفاقا این خواب دقیقا تعبیر میشه و بعد هم حتی قرآن میگه که شیطان از خاطر اون طرف دومی برد که به یادش بیاد که با پادشاه صحبت کنه راجع به یوسف، و یوسف چند سال توی زندانمون بعدها که اون ماجرای خواب دیدن پادشاه که هفت گاو چاق رو دارن میخورن و قصه الهازا، و وقت یادش میاد که یه تعبیر کننده خوابی وجود داره که میان سراغ یوسف و دیگه بقیه ماجرا. پس برای این صدیق ریشش از اینجا میاد که یعنی بسیار راستگوینده، آدمی که هرچی میگفت درست این داشته باشه. بعد قصه گفتنش گفته ای فلان، هین چه آوردی تو ما را ارمغان، حق تعالی خلق را گوید به هش، ارمغان کو از برای روز نش، هین چه آوردی دستاویز را، ارمغانی روز رستاخیز را. این نکته بسیار جالب. ببین مولانا
همین توی گفتم تو پاگردهای قصه که داره میره بالا از قصه، فوری اون پیامهای خودش هم به ما میگه، برمیگرده میگه که خداوند هم روز قیامت به ما همین حرف رو میزنه، میگه ای بنده من تو پیش من بودی، چون بر اساس باورهای قرآنی باید در روز الاس ولی خداوند بودیم، بعد ما از پیش خداوند رفتیم، کجا رفتیم؟ اومدیم روی زمین، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، ایشالا برای شما 200 سال زندگی میکنه، باید باز بر میگردیم پیش خداوند دیگه، انا لله و انا الیه چی؟ راجو. بعد خداوند از ما سوال میکنه، میگه خب شما آقای فلانی، خانم فلانی، 80 سال، 90 سال عمر کردی، رفتی چرخیدی روی زمین، حالا که برگشتی پر من چی آوردی واسه من؟ چی آوردی؟ یادتون باشه که اون داستان قبلی که اون مرد و زن اعرابی، اون اعرابی چی برده بود؟ یه کوزه آب برای پادشاه برده بود، یادتون هست؟ یه کوزه آب برده بود و اون کوزه آب رو پادشاه ازش پذیرفت به عنوان هدیه و بعد اون رو پر از گوهر و طلا و جواهر و این صحبت ها کرد و بهش پس. بنابراین مولانا به ما خواهد بگه که خداوند هم در روز حشر از ما همین سوال میکنه، میگه چی آوردی که به جایزت رو بدم؟ بیارم ظرفت رو نشون بده ببینم چی توش بریزم برای چقدر ظرفت. خب بعد یه حق تعالی خلق را گوید به حشر، ارمغان کو از برای روز نشر؟ این چه آوردید دست آویز را، ارمغانی روز رستاخیز را. ارمغان شما برای روز رستاخیز چیه؟ میخوای به خدا ارائه کنی. بعد میگه اندکی صرفه بکن از خواب و خر، از ارمغان بهر ملاقاتش ببر. اندکی جنبش بکن همچون جنین، تا ببخشندت حواس نوربین. خب دقت کن، مولانا میگه که یادت باشه تو که میخوای بری پهلوی خداوند یه کار باید انجام بدی و اون کار اینه، یه خورده در خورد و خوابت صرفه جویی کن، یعنی کمتر بخور کمتر بخواب و یه ارمغانی برای خودت تهیه کن که ببری به او در روز به اصطلاح حشر ارائه بدی، به خداوند ارائه. خب این یعنی چی؟ یعنی خودسازی، یعنی اینکه طرف به اصطلاح چیز میکنه، از خور و خواب خودش میزنه، یعنی آینه قلب خودش رو داره پاک میکنه، تو نیست، داره خودسازی میکنه، قلب سلیمی رو میخواد ارائه کنه برای خداوند. دیگه اندک جنبش بکن همچون جنین، تا ببخشندت حواس دوربین. دیگه یه خوده مثل جنین توی رحم مادر وقتی که جنبش میکنه، حرکت میکنه، یعنی داره تکامل حاصل میکنه، وقتی تکامل حاصل میکنه یعنی گوشش داره شکل میگیره، چشمش داره شکل میگیره، زبانش داره شکل میگیره و مثلا قابلیت‌هاش رو داره کسب میکنه. میگه گفت یوسف هین بیا و ارمغان، او ز شرم این تقاضا زد فغان. گفت من چند ارمغان جستم تو را، ارمغانی در نظر نامد من. نیست تخمی کن در این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. ببینید میگه که خب بگو میرم هدیه واسه من چی آوردی؟ رفیقش میگه والا من هر چی فکر کردم آخه واسه شما چی بیارم که به درد شما بخوره، که مثلا چشمگیر باشه، توجه شما رو جلب بکنه، نتونستم چیزی پیدا کنم تا اینکه لایقان دیدم که من آینه ای پیش تو آرم که نور سینه ای، تا ببینی روی خوب خود در آن، ای تو چون خورشید شمع آسمان. آینه آوردم ای روشنی، تا چو بینی روی خود یادم. این چقدر حرف زیباست، میگه من برای تو دیدم هیچی نمیتونم بیارم که به دردت بخوره، برای رفتم یه آینه واسه آوردم، یه آینه قشنگ برات آوردم که خیلی صاف و شفاف و صیقلیه، که تو توش چهره زیبای خودت فقط ببینی. وقتی چهره زیبای خودت میبینی، این تنها چیزیه که هدیه ایست که من میتونم به تو بدم، یعنی خودش رو به خودش چیکار میکنه؟ ارائه. مولانا برای ما همین حرف میخواد بزنه، میگه که شماها که اندکی صرفه میکنی در خواب و خر، در واقع داری چیکار میکنی؟ اون قلب خودت رو صیقل میکنی و آینه وار میکنی و به همین داری
قلب مؤمن آینه به اصطلاح تجلی نور خداوند. میگه تو اینو واسه خداوند هدیه ببر، چیز دیگه ای نداری که چی میخوای یه کوزه آب چه میدونم باران برداری ببری مثلا به خیال خوده، این که فایده ای نداری. خب پس میبینیم که برای این توضیحاتی هم که من اینجا دادم براتون دیگه شما بعدا خودتون بخون. خب پس بنابراین میگه که شما برای خداوند وقتی که روز حشر به حضورش میره چیزی به جز یک قلب پاک رو نمیتونید براش هدیه ببرید. دیگه آینه هستی چه باشد؟ نیستی. نیستی بر گر تو ابله نیستی. ببینید دیگه نیستی در مقابل هستی. یادتون باشه گرگ برای چی از بین رفت توی داستان قبلی، داستان شیر و گرگ و فلان؟ برای اینکه خودش رو در مقابل شیر چیکار کرد؟ دید یک هستی برای خودش قائل شد و همین دلیل نابود شد. دیگه آینه هستی چه باشد؟ نیستی. نیستی برگر تو ابله نیستی. نقصا آینه وصف کمال، وان حقارت آینه عز و جلال. زان که زد را زد کند پیدا یقین، زان که با سرکه پدید است انگبی. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود ده قصبه تاخت. میبینید میگه که یادتون باشه شماها نقص های خودتون رو کتمان نکنید. اگر نقص دارید سعی نکنید که رفع و رجوش کنید، انکارش کنید. اتفاقا نقص های خودتون رو درک بکنید و اون کسی که بر نقص های خود آگاه شد، آشکار شد بر او و اقرار کرد بر این نقص ها، او در جهت استکمال خود، استکمال به اصطلاح یعنی طلب کمال کردن، از صیغه استفعاله. استفعال یعنی مثل استخبار، استخبار یعنی طلب خبر کردن. یه نفری که میبرن بازجویی میکنن میگن تو استخبارات بردنش، یعنی ازش کسب خبر میکنن. و استکبار هم یعنی کسب کمال کردن. پس برای اون کسانی که قبول کردن که نقص دارن در جهت رفع نقص خودشون چیکار میکنن؟ حرکت. علت ابلیس ان الخیری بوده است و این مرض در نفس هر مخلوق هست. گرچه خود را بس شکسته بیند او، آب صافی دون سرگین زیر جو. چون بشه او رامنک تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. چون بشه او رامنک تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. در تک جو هست سرگین ای فتا، گرچه جو صافی نماید مر تو را. اینم خیلی جالب میگه بعضیا خیلی جالب. مولانا میگه که عیوب خودتو بفهم دیگه، بشناس و بعد در جهت رفع او حرکت کن. میگه ولی یه دم هستن که علل ظاهر آرامش دارن، نشون میدن که عیبی ندارن، اما این مانند آب صافی است که توی یک جو یا توی استخر هست. کف استخر این سرگین ها رسوب کرده نشسته، کافی است که یه نفر یه پارو بزنه تهش، یه همی بزنه، خدای نکرده طرف خیلی آروم و ریلکس، خیلی هم جنتلمنه، یه کاری بکنه یهو عصبانی بشه، یه اتفاقی یهو اون چهره واقعی خودش نشون میده و دهنشو چاک دهنو میکشه و هرچی از دهنش در میاد میگه و حمله میکنه و فوش میده. شما نگاه کنید بسیاری از آدما دیدی تو این افرادی که سخنرانی میکنن یا نمیدونم حالا برنامه دارن چی دارن، به خصوص سیاسی ها بیشتر این حالت هست، یه عده با اسمای فیک میان کامنت میذارن. دیدی چه فوشایی میدن؟ اصلا آدم شرمش میشه که وقتی مثلا کامنت های دیگران رو میخونه چه چیزایی فوش دادن، به اون ناموس یارو رو زیر رو کردن. اصلا آدم میگه وقت، ولی چون چهرهشون پوشیده است دیگه، چون چهرهشون پوشیده است اون ماهیت واقعی خودش نشون میده. ولی اگر همون آقا رو یا همون خانم، ولی نمیدونم کیه، آقا خانم هرکس، وقتی که میاریش تو صحنه کت و شلوار کریستیان دیور و کروات و عطر و اودوکولون و خیلی شیک راه میره، خیلی شیک هم سخن میگه، آدم میگه اصلا این پسر امام زمانه واقعا یا خودش هستن اینطوری. بنابراین این رو مولانا خیلی زیبا روانشناسی میکنه و جامعه شناسی. خب میگه که نکته جالب، پس بنابراین من اینجا یه توضیح نوشتم، در این قصه مولانا
با توضیح داستان یوسف میخواهد بگوید کاهش و ناپیدایی ماه در نیمه دوم هر ماه نگرانی ندارد، زیرا دوباره ماه به طور کامل مشاهده خواهد شد. تمام هدف مولوی در داستان مثنوی آن است که ما را با فطرت الهی خودمان آشتی دهد و همچون طبیبی است که دردهای نهانی انسان را شناسایی کرده و درمان آن را نیز ارائه میدهد. بالاخره ایوای ما را میگه اول از همه خواست به ما بگه که خداوند از ما توقع داره که ما خودمون رو در این مسیر عمر حالا هر چند ساله که داریم دستاوردی داشته باشیم و وقتی برمیگردیم به حضور او این دستاورد خودمون رو بهش ارائه بدیم، یک بعدم نقصهای خودمون رو بشناسیم و در جهت نقصهای خودمون چیکار کنیم، حرکت کنیم که اصلاح بکنیم. خب اما میایم سر این داستان کر که به عیادت همسایه خود رفت و بر اساس قیاس با وی سخن. یادتون باشه این داستان خیلی داستان قشنگه، ما تو دوره این هم دبیرستان بود، دبستان بود که این داستان رو میخوندیم توی کتابای ادبیات فارسی، ما اینو میخوندیم. اون موقع درک نمی کردیم و متاسفانه اساتید ما هم برای ما قشنگ اینو توضیح نمیدادن که این پیام این داستان چیه. این پیامش داستان قیاسه. بلانه یادتون میاد تو داستانهای قبلی سری گفت کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نبشتن شیر شیر. آن یکی شیریست اندر بادیه، وین دگر شیریست اندر بادیه. آن یکی شیریست کادم میخورد، این یکی شیریست کادم میخورد. بعد آخرش هم میگه ما همه شیریم، یعنی راجع به یه شیر سوم صحبت میکنه، میگه ما همه شیریم، شیران علم، حمله ما از باد باشد دم بدم. شیر سوم و شیریست که عکس شیریست که روی پرچمه، میگه ما مثل شیرایی هستیم که روی پرچم حملمون با باده. بعد و یعنی خودمون از خودمون تحرکی نداریم، قدرتی نداریم، صلابتی نداریم. بعد میگه حملمون پیدا و ناپیداست، باد جان فدای آن که ناپیداست. میگه ما از یک جای دیگه ای حرکت میگیریم و نیرو میگیریم. خب اینو داشته باشید. پس بربریم میگه ما وقتی که قیاس میکنیم راجع به یه موضوعی قضاوت میکنیم و میخواهیم درک بکنیم که مفهوم انجام این کار چه بود، اینو با معیارهای انسانی خودمون به اصطلاح سنجش میکنیم. و حالان که در حضور خداوند اساسا معیار قیاسا و قیاس بندی ها متفاوت است با آنچه که ما تصور میکنیم. حالا اینو دقت، خیلی هم صادقانه این کار انجام میدیم ولی در مسیر اشتباه. میگه آن کری را گفت افزون مایه‌ای که تو را رنجور شد همسایه. گفت با خود کر که با گوش گران من چه دریابم ز گفته آن جوان، چون ببینم کان لبش جام شود من قیاسی گیرم آن را همزه خد. یعنی ز خود، یعنی چی؟ پس بربریم قصه یه آدمی است که کره، هیچی نمیشنوه، زمینه یه همسایه جوونی هم داره، ظاهرم بینشون هم یه خوده هم شکرابه، اصلا با هم کانفلیکت داشتن در یه موضوعاتی، با هم یه دلخورم بودن. حالا اومدن به این بنده خود کره خبر دادن که آقا این همسایت که حالا باشن به خود مشکل داشتی مریض شد. این آقای کره بنده خدا آدم بدی هم نیست، میگه خب حالا که دیگه این بنده خدا مریضم است ما بریم یه عیادت ازش بکنیم و یه دلجویی ازش بکنیم و اینا، اما خب حالا من برم پلوین، من که کر نمیشنوم، اون بنده خدا هم که مریضه که دیگه بدتر صداش در میاد. آدم مریض حالش بعد دیگه صداش زیاد در، من که بس اصلا هیچی بس یه من نمیشنوم. بنابراین میاد پیش خودش تصور میکنه، میگه خب حالا یه سوالاتی من ازش بکنم، یه جوابایی رو ایشون میده دیگه. میگه که مثلا چون ببینم کان لبش جنبان شد من قیاسی گیرم آن را هم زخن، چون بگویم چون یه مهنت کشم او بخواهد گفت نیکم یا خوشم. میگه اگه ازش سوال کنم که حالا چطوره، معمولا مریض الحمدلله بد نیستی مثلا، بعد من بگویم شکر چه خوردی ابا، او بگوید شربتی یا شوربا. میگه من ازش من میگم خب حالا رو شکر حالت بهتره، خب چی خوردی مثلا شام نهار غذا چی میکنی؟ میگه میگم یه شربتی میکنم یا چه میدونم یه آشی میخورم. منم میگم که خیلی خوب.
نوش جانت باشه مثلا یه همچه چیز میده. من بگویم این از طبیبان پیش تو گوید فلان از دکتر مکتورا یکی ازش سوال میکنم که ببخشید یه صدایی از روی زوم میاد. آقای سهرابیه بگید که لطفا ببندم میکروفون. میگه من الان جناب دکتر سهرابی لطفا میوت کنید خودتون رو. من میوت آل کردم همه رو، اشکال نداره، ولی براتون این آپشن رو گذاشت که هر وقت خواستید بتونید خودتون رو چیز کنید، به قول معروف آن میوت کنید. اشکال نداره، من برمیارم به داستان. خب پس میگه من بگویم شکر چه خوردی ابا او بگویه شربتی یا شوربا. من بگویم سه نوشد کیست آن از طبیبان پیش تو گوید فلان. میگه ازش میپرسم که خب اولا که اون آشی که میخوری نوش جونت، حالا به من بگویم کی کدوم طبیب میاد بارسه. یه اسمی برای دیگه مثلا ناظم الاطباء مثلا. میگه خیلی خوب، منم بهش میگم که قدمش مبارک باشه. بس برای هی قیاد جوابهایی که احتمال میده که طرف به پرسه جوابش رو چیکار میکنه پیش خودش تصور. من بگویم بس مبارک پاس او، چون که او آمد شود کارد. این جوابات قیاسی راز کرد، پیش آن رنجور شد آن نیکمرد. این جوابا رو پیش خودش آماده سازی کرد و رفت پلوی به صلاح کرد. خب ببینید قیاس که به صلاح ما انجام بدیم بر اساس درک و شناخت خودمون، همونطور که گفتم، و این با آنچه که به صلاح خداوند مبتنی بر قیاسات خودش نسبت به ما، نسبت به آنچه که در جهان هست اتفاق میفته کاملا چه متفاوته، و همین این امر باعث میشه که ما تعجب میکنیم یه وقتا از کارهایی که در جهان طبیعت اتفاق. خب ایشون رفت علوی اون آقای مریض بنده خدا و برگشت گفت، گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شکر. شد از این رنجور پر آزار و نکر. میبینی بهش گفت چطوری؟ گفت دارم میمیرم. گفت خدا رو شکر. این طرف ناراحت شد وقتی اینو شنید. بعد از اون گفت چه خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشت باد. افزون گشت. گفت چی خوردی؟ قزم از چی؟ گفت زهر مار بخورم. بدم کن. گفت نوش جونت. خب بعد از اون گفت از طبیبان کیست او که همی آید به چاره پیش تو. گفت حالا ببینم کی از کدوم طبیب بالا سرت میاد اینا. گفت اسرائیل می آید، برو. گفت پایش بس مبارک شاد شد. گفت اسرائیل میاد سراغ من. گفت خب قدمش مبارک باشه. طرف خیلی دیگه ببینید اینجوری 180 درجه این آقایی که به اصطلاح با نیت خیر بنده خدا رفته حرف میزنه 180 درجه کار چی میشه؟ برعکس میشه. کر برون آمد به گفتو شادمان شکر کش کردم مراعات دیدم. کره این حرف رو زد و اومد بیرون دیگه، نمیشنید که اونم چی میگه که اومد بیرون و گفت خدا رو شد ما رفتیم عیادت کردیم الحمدلله عبور پرسی هم کردیم چقدر خوب برا. در حالی که دقیقا برعکس اتفاق افتاده و طرف بسیار بسیار چی شده؟ ناراحت شد. بعد میکم این نکته قشنگه، میگه مضمون این ابیات به گفته استاد شهیدی خطا دانستن تصورهایی است که ما از آنچه در پیرامونمان میگذرد داریم و با عقل ناقص خود مشکلات را میگشاییم و میپنداریم به حقیقت رسیده، حالان که این خیال باطل ما در دیده حقیقت بین خطای ماست. ما تصور میکنیم که به حقیقت رسیدیم و درست عمل کردیم و در واقع چیه؟ دچار خطا شد. خب حالا نکته جالب ببینید، یه آیه در قرآن هست میگه که میفرماید که الکاظمین الغیب و عافین علی الناس و فلان. میگه اون کسانی که مؤمن هستن کسانی هستن که
خشم خود را فرو میخورند و میبخشند طرف مقابل خودشون را و حتی نسبت به آنها انفاق میکنند. اینم البته احادیث مختلفی هم در این رابطه هست، یکیش هم راجع به امام کاظم اگه اشتباه نکنم، دیگه ایشون بودش با بچهش، با یه سری از بچه ها بوده، یه دن از غلام ها همون رفت توی بالای نردبون و داشت کاری انجام میداد، مثلا اون بالای نردبون بچه هم این زیر داشت بازی میکرد، این چکش مثلا دستش میفته میخوره تو سر بچه، بچه میمیره، اون از اون بالا میبینه اون چکش سنگی میخوره و بسیار وحشت زده میشه و امام هم اونجا نشسته اینو میبینه. حالا ببین این من کاری ندارم این حدیث راست دروغه، اصلا مهم پیام داستانه که مهمه. میگه ایشون خشم خودش رو فرو خورد، به طرف گفت ببین هول نشو آروم بیا پایین. اون بالا بود گفتش که از کاظمین الغیظ، اون آیه قرآن رو براش بود. خب امام دیگه اینم گفت بله من با تو خشمگین، گفت نمیدونم بل عافین علی الناس، گفتش که اونایی که خشمشون رو فرو میکنن و میبخشن، گفت من تو رو بخشیدم اصلا آزادی بیا برو. و بعد نمیدونم چیچیل خیر، یه قسمت آخرم داره که خیلی هم میکنه، گفت بیا انقدر اینم پولم بگیر که هزینه سفرت بشه برو به شهر دیار. ببین یه همچین چیز. حالا مولانا میگه که دکتر چاچی خیلی عذر میخوام، من اصلا سفر رو ندارم، نوشته می پاک از استارت سکرین شیری، ولی من هیچ سکرینی ندارم. اجازه بدید دو مرتبه سکرین شیر ما میدیدیم دارید؟ بقیه شما داشتی؟ الان دارید؟ من میبینم، آره من میبینم الان اسکرین شیر کردم. دوستان همه میبینن؟ بله. نه من نمیبینم متاسفانه. بله منم میبینم. فریما خانم. نمیدونم چرا. سفر ویو برید ببینید که چه مدلی تا. منم میبینم. بله دوستان همه دارن میبینن. گفرن جوره. بله گفرن جوری ادب جان ماست. بله. خب. اجازه نید من ادامه بدم. خانم فریما بکنم شما بخشتون تنظیم کنم. بله من پیداش میکنم. بفرمایید. میگه گفت رنجور این ادب جان ماست. ما ندانستیم کو کان جفاست. خاطر رنجور جویان شد سقط تا که پیغامش کند از هر نمد. چون کسی که خورده باشد آش بعد می بشوراند دلش تا قی کند. کزم قی این است. آن را قی مکن تا بیابی در جزا شیرین. سخون دقت کرد. حالا از زبان اون بیمار صحبت، بیماره میگه که ببین این طرف اومد به ما چهار تا لیچار بار ما کرد بعدم گذاشت رفت، من اون زمان دهنم بسته بود، ای کاش دو مرتبه ببینمش حسابی خدمتش برسم، چهار تا بعد بیرا مثلا بارش کنم فلان کنم. مولانا میگه که ببین کذب قیز یعنی این که تو خشم خودتو فرو بخوری و از بین ببری، نه اینکه حالا جلوی این جمعیت مثلا کتابی هیچی نگی و بعد مثلا بخوای بری یه جای دیگه خالی کنی. درست مثل کسی که طرف مثلا استاد دانشگاه با رئیس دپارتمان حرف شده نمیتونه به طرف فوش بده یا بعد بیرا بگه، حالا اومده سر کلاس منتظر یه دانشجو یه خطا بکنه، بعد مثلا پدر اون دانشجو رو در بیاره دانش در میاد بمونه، یا مثلا طرف تو اداره دعوا شده منتظر بره خونه زنش یه کلمه حرف مثلا ناجور بزنه برزه سر زنی بیچاره یا سر بچه. ببین این نهایت بی اخلاقیه. اخلاق این هستش که اگر شما عصبانی شدی عصبانیت رو در خودت فرو بخوری و از بینش ببری، نه اینکه جای دیگه خالیش کن. میگه چون کسی که خورده باشد آش بعد می بشه و راند دلش تاقی کنه، درست مثل آدمی که آش مونده خورده دلش هم توی شورش موقع یه جایی بالا بیاره، این اماله. بس کسان کیشان زطاعت گمره هم دل به رزوان و ثواب آن هم. حالا اینجا که اون مبحث عجب جلسه گذشته من راجع به عجب صحبت کردم، گفتم عجب یعنی چی؟ یعنی خودشیفتگی، که بعد داستان حضرت سلیمان رو گفتم، گفتم حضرت سلیمان دعا میکرد برای انسانهای صالح آدمهای خوب مؤمن، گفت خدا یا این مؤمنها رو به راه راست هدایت. بعد ازش سوال کردن آقا تو چرا معمولا آدمهای ناجور رو دعا میکنن که خدا هدایت، گفت اتفاقا آدمهایی که خوبن بیشتر در معرض گمراهی قرار میگیرن، چون که
دچار اوج میشن. اوج یعنی این که آدم از خودش خوشش بیاد، بگه که آه من از همه بهترم، از خودت راضی میشی. وقتی از خودت راضی میشی، در واقع محل انحراف واقعی تو همون جاست. میگه بس کسان که ایشان زطاعت گمرهند، دل به رضوان و ثواب آن دهند. ببینید از طاعت کردن گمراه میشن و دنبال این هستن که میگن بابا بازم قربون خودمون. دیدی بعضی این حرف رو میزن، میگن بازم قربون خودمون. نگاه کنید این جمعیت که نه نما هیچ کدومشون که نه نماز میکنه، نه روزه میگیره، نه نمیدونم شب بیدار خوابی کشیده و مثلا نماز شب با قرآن هم که مشاله هیچ کدوم آشنا نیستن، فلان هم که نیستن، بازم بابا قربون خودمون چهار تا کلمه مثلا اطاعت خدا رو میکنه. همین محل انحرافه، همین محل انحراف که تو فکر کنی که نسبت به بندگان خداوند برده، در حالی که نمیدونی در میان همین مردمی که هیچ به نظر نمیاد انسانهای صالحی باشن، همون آقایی که اونجا نشسته و خانمی که اونجا نشسته از تو 100 درجه سطحش بالاتره و اصلا بری خودش نهی کنه و تو خیال میکنی که یه کسی هست. خب بس کسان که ایشان زطاعت گمرهند، دل به رضوان و ثواب آن دهند. خود حقیقت معصیت باشد خفی، بس کدر کن را تو پنداری صفی. همچنان کر کو همی پنداشته است، کو نکویی کرده آن برعکس جست. او نشسته خوش خدمت کردم، حق همسایه به جای آوردم. بهر خود او آتشی افروخته است، در دل رنجور خود را سوخته است. ببینید میگه درست مثل همون کره که فکر کرد یه کار خیلی خوب انجام داده، در حالی که آتشی برپا کرد که در واقع خودش هم ممکنه تو آتش چی بشه، بسوزه. خیال میکرده کار خوب میکنه. بسیار از ما هم خیال میکنیم کارهای خوبی داریم انجام، در حالی که زمین سازی انحرافاتی رو برای خودمون داریم بکشیم. خاصه ای خواجه قیاس حس دون، اندران وحیی که هست از حد فزون. گوش حس تو به حرف هر درخور است، دان که گوش غیر تو شر است. دیگه ببین گاهی اوقات تو خیال میکنی یه چیزایی رو داری میشنوی، بله گوش بیرونی تو میشنوه، اما گوش غیبگیر تو چیه؟ خاموشه، شره و حقایق رو نمیشنوه، حقایقی رو که باید بشنوه نمیشنوه. پس برابر جنبندی این داستان اینه که میگه مولانا نتیجه میگیره که درک و دریافت ما از حقیقت اگر بر مبنای عقل و درک فردی باشه، همون قیاسات انسانی باشد، ناگزیر مبتنی بر قیاس و در نتیجه ناقص است. چرا حقیقت آسمانی با حواس و نیروهای طبیعی آدمی قابل کشف نیست. اون یه چشم دیگه‌ای و یه گوش دیگه‌ای میخواد که اونها رو حقایق رو چیکار کنه درک. بیام از این بیان سر قصه بعدی. در بیان آن که حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهل. اولا یه نکته بگم، جاهل یعنی چی؟ از ریشه جهل میاد. جهل یعنی ناآگاهی، عدم دانستن یک چیز. ما توی ادبیات روزمره خودمون به یکی میگیم جاهل، معمولا به لات سر خیابون رو میگین جاهل، اون که چاقوکشه، اونی که قراغگیره، نمون که حسین قصاب مثلا، نمیدونم قصاب محل ما اسمش حسین بود، حسین قصاب بشون، یه آدم لومپنی بود. منظور میخوام بگم که این داستان ها و حالا که در معنای واقعی جاهل یعنی کسی که آگاه است. همه ماها در بسیاری از مسائل جاهل است، در بسیاری از مسائل جاهل. بنده نسبت به علم مثلا چه میدونم ستاره شناسی جاهلم، در علم مثلا خاک شناسی آگاهم، یه بخشیم بلدم، یه چیزایی بلدم. شما آقای دکتر راجع به پزشکی عالمه، اما ممکنه راجع به عرفان مثلا جاهل باشه و مسئله از این دست. خب این داشته باشه، میگه بشنو الفاظ حکیم پرده‌ای، سر همان جانه که باده بود. چون که از میخانه مستی زال شد، تسخر و بازیچه اطفال شد. خلق طفلان است جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. دقت کردید
پس ببین راجع به یک مستی صحبت میکنه و نسبت به بسیار جاهلی جاهلان صحبت میگه که بشنو الفاظ حکیم پرده‌ای. یعنی چی؟ حکیمی که در پرده است، حکیمی که در رازهایی را میداند، رازهای پشت پرده را میداند. سر همان جا نه که باده خورده ای، همون جایی که مست شدی همون جا هم بخواب، از اونجا نرو بیرون. چرا؟ چون مردم تو رو مست میبینن و چون تو رو مست میبینن تو رو با سنگ میزن. یادتون از قدیما یکی مست بود مردم مسخرش میکردن تو خیابون، هوش میکردن، هولش میدادن، تمسخرش میکردن. من یادم ما بچه بودیم این صحنه ها رو میدیدیم تو خیابون ها. میگه اگر مست شدی یه جا پیش حکیم پرده ای، همونجا هم باقی به اون نیاد تو خیابون، چون مردم جاهلن، مردم نمیفهمن تو مست چی هستی. توجه کردی؟ چون که از میخانه مستی زار شد این جدا شدن یا گمراه شدن، یعنی مسیر میخانه رو گم کرد. تسخر و بازیچه اطفال شد، خلق تفلانن. میگه مردم عادی همون تفلانن که مست و هول میدن، مست و مسخره میکنن، سنگ بهش میزنن. نیست بالغ جز رهیده از هوا. کیا بالغن؟ پس مردم عادی که بچه هن. کیا بالغن؟ اونهایی که از هوا هوس خودشون چی شدن؟ رهایی یافتن. گفت دنیا لعب و لهب است و شما کودکی تو راست فرماید. این آیه قرآنه، فکرم تو سوره چیزه بقره است که میگه که ان حیاتون لهب و لعب، دنیا لهو و لعبه، یعنی بازیه و شما هم کودکید و راست گفت خدا. خوب دقت کنید، میگه این دنیا مثل یک کودکستانه. این مردمی هم که توی این دنیا هستن همشون بچه‌ن و به همین دلیل هم با همدیگه در حال جنگند و در حال دوستی هستن. وقت دقت کنید، میگه جنگ خلقان همچون جنگ کودکان، جمله بیمعنی و بیمغز و مهان، بیمغز و مهانه. نه، همچون طفلان جنگ، جمله شان دامن سوار، گوشه دامن گرفته اسب، جمله با شمشیر چون ببخشید، جمله با شمشیر چوبی جنگشان، جمله در لاینفعی آهنگشان. وهم و فکر حسن و ادراک شما همچون نیدان مرکب کودک حلا. از خاندی رو مسما را بجو، مه به بالا دان نه در آب جو، تا که بر رهوار علم و ای سوار، هنگهنگ افتد را از دوش با. خوب دقت کنید، ببینید میگه دنیا لهو و لعبه، یعنی بازی و سرگرمی. میگه ببین مولانا نگاهش به این جهان هستی درست مثل نگاه یه آدم بزرگیه که یه کودکستان رو در اختیارش قرار دادن. سر این کودکستان رو نگاه میکنید، این بچه ها توی کودکستان دارن بازی میکنن. دیدی شما این بچه ها وقتی با هم دیگه بازی میکنن، یه لحظه با هم دیگه دعوا دارن سر مثلا این شیرینی یا سر مثلا این عروسک، با هم میکشن و جیغ و داد و دعوا، بعد یهو رها میکنن و میرن دنبال یه چیز دیگه، دنبال اون توپه. اصلا یادشون میره که سر این عروسه که با هم داشتن دعوا میکردن. اصلا نیم ساعت بعدم نشستن با هم دارن شکلات بخورن، به اون شکلات میدن، به این شیرینی میده. نه دعواشون معنی داره، نه دوستیشون به اون مفهوم معنی داره. ما هم به معنی بزرگتر میخندیم دیگه به این بازی اینا، میگیم بچه‌ن دیگه، حالا عقلشون نمیرسه. نه دعواشون رو اصلا به اون شکل میریم دخالت بکنیم و قضاوت بکنیم، نه حالا دوستیشون. مولانا میگه این دنیا همینطوریه. اونهایی که اونهایی بالغند که از هوا و هوس خودشون چی شدن؟ غلبه پیدا کردن و از اون در گذشتن، از اون مرز گذشتن، اونها بالغند. بقیه بچه‌ن و خندهشون میگه این جهان را بین لشکر میکشن، از حسد خیشان خود را میکشن. مثلا خندهشون برای چی دارن همه یار میکشن؟ به کجا میخوان برسن؟ چی رو میخوان برسن؟ کل دنیا ناپایداره، کل دنیا ناپدیده. تو برای چی داری مثلا شدی چنگیز خان
میلیون ها آدم رو کشتی، حالا چی شد؟ به کجا رسیدی؟ حالا خودش هم مرده، زیر خاک پوسیده و از بین رفته. چی ازش باقی مونده؟ یه خاطره زشت از چنگیزخان باقی مونده. حالا تو هر کجای دنیا، از اروپا و آسیا و نمیدونم آناتولیا و ایران و هند و چین و بگه چنگیزخان، میگن یه آدم جنایتکاری بوده. مثلا هیچ که حاضر نیست یه فاتحه براش بخونه. مثلا بکن اینم. بعد اینو میگه، بعد میگه اسم خواندی روم و سمه ها را به جو، محب بالا دان نن در آب جو، تا که بر رهوار علم آیی سوار، آنگهان افتد تو را از دوش، از تو را از دوش بار. خب میگه که وقتی که اسم رو میخونی برو مسمه رو پیدا کن. یعنی چی؟ تو میگی خدا، تو میگی عشق، تو میگی انسانیت، این اسمه. مسما اون چیزی است که اسم بر او اطلاق میشه. میگه اگر میگی عشق برو عشق رو پیدا کن، اگر میگی خدا برو خدا رو پیدا کن، اگر میگی انسانیت برو انسانیت رو کشف کن. شما تا زمانی که دقت کنید، تا زمانی که یک ارزشی در وجود شما نهادینه نشود، حضور بیرونی اون ارزش برای شما بی ارزشه. یعنی شما اگر در درون قلبتون به انسانیت معتقد نباشید و نخواهید که انسانیت حاکم باشد، ذهنیت شما چیزی دیگری باشد، در یک جامعه‌ای که فقط بر اساس انسانیت داره روابط برقرار است، شما احساس خوبی ندارید. چرا؟ چون شما میخوای حق کشی کنی، میخوای حق دیگران رو بخوری، تو میخوای زور بگی، تو نمیخوای انسانی عمل کنی. پس وقتی تو در از انسانیت لذت میبری که انسانیت در قلب شما چه باشه؟ نهادینه شده باشه. اون وقت هست که در یه جامعه انسانی شما احساس خوشحالی، وگرنه یه جامعه که اساسا بر اساس عدالت داره اداره میشه، شما آدم عادلی نباشی، بخوای حق دیگران رو بخوری، شما تو اون جامعه خوشحال نیستی، ناراحتی، نمیتونی زندگی کنی، به سخت میزنه اینجوری. خب پس برای اسم و مسما این اصل قضیه. تا که بر رهوار علم آیی سوار، آنگهان افتد تو را از دوش با. میگه اگر بر علم و آگاهی به اصطلاح رسیدی، اون وقت سوار علم میشی، مفتنی بر علم خودت، جهان رو میتونی تسخیر کنی یا حرکت کنی یا درک بکنی. یه وقت هستش که علم انسان کول بار انسان میشه. مثل کی؟ مثل اون داستانه که جلسه گذشته گفتم، نحوی و کشتیبان. اون نحوی تو میاد گفتم که رفت که کثافت ها افتاد گیر کرد، به مردم میگفتش، مردم میمان آقا دست تو بده از این کثافت ها بیاریم درون، میگفتش که تو جمله رو غلط گفتی. علمش بارش شده بود، میگفت و تو کثافت مونده بود نمیتونست بیاد بیرون. یکی دیگه هم که هم جنس خودش بود که اون یکی درست گفت، اومد نتونست، اونم افتاد توی همین کثافت ها، دوتایی با هم حالا گیر کرد. این میشه علمی که بار توه، رکول توه. اما علمی که تو بر او سوار هستی، اون تو رو چیکار میکنه؟ حرکت میده و میبرتت بالا. خب بعد علم چون بر دل زند یاری شود، علم چون بر تن زند باری شود. بر مثالی خواهیت ابن نهان، قصه گو از رومیان و چینیان. یه اگر علم بر قلب تو بشه بشینه، یار تو میشه و تو رو حرکت. اما اگر علم بر تن تو بنشینه، ببین قلب یعنی ذهن دیگه و کول تن، اگه بارد رو علم رو دوش تو بشینه، میشه بیچاره، حرکت نمیتونی بکنی، مثل همون نحوی میشه که یا تو دریا غرق شد یا تو کثافت ها گیر کرد. اما اگه علم بسیار رهوار توش، رهوار یعنی اصل، اگر علم رهبار تو به شما اینطور چیکار میکنه، حرکتت میده و میرسونه به جای. اون وقت هستش که اینجا، حالا اینکه علم بر دل میشیند یا بر تن میشیند، داستان مسابقه بین رومیان و چینیانه. خیلی خوب، حالا چون شما رومیان اینجا نشستید و این چینیان که در واقع زومیان هستن، توی زوم هستن، این قصه شو بسه تون بگم، یه چند دقیقه بهتون یه بریک میدم که یه استراحتی بکنید و بعد ادامه داستان رو با هم دیگه بگیم. خیلی ممنونم دوستان رومی
زومی ما. آقای دکتر اگر که خواستین من یه ابیاتی از همین بخشایی که خوندین که خیلی زیباست. بله حتما دخترم، اصلا تو بعد این کار بکنی. بگو ببینم. بگو منم لذت. این قسمتی که خوندین یه چند تا بیت خیلی زیبای دیگه هم داره، میگه که خیش را صافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود. بینی اندر دل علوم انبیا بی کتاب و بی معید و اوستا. یعنی داره میگه که خیلی چیز مهمی داره میگه. داره میگه که ما هممون در واقع ما دسترسی داریم به تمام علوم. یعنی یه بخشی از ما هست که همه چیزو میدونه. ولی به خاطر اینکه دلمون اون صافی رو پاکی رو نداره، اون آینه دلمون از اون زنگارا پاک نیست، اون اتصال رو نداریم. یعنی همه ما پس بنابراین دسترسی داریم، همه ما یه بخشی از ما هست که اون علوم میده. بینی در دل علوم انبیا، در دلت میبینین علوم انبیا بی کتاب و بی معید و اوستا. یعنی اصلا کتاب و این چیزا هم لازم نداری، فقط خیش را صافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود. بنابراین این تزکیه نفس اینجا داره توضیح میده که بسیار زیباست. یعنی در واقع وقتی تو تزکیه نفس میکنی علم لدنی پیدا میکنی به نوعی. بله. یعنی خداوند چشمتو رو باز میکنه برای درک بسیاری از حقایق. درسته؟ بله درست. بعد یه قسمتی که اون داستانی که داشتیم میخوندیم که اونجایی که گفتین علت ابلیس نخیری بود، چند تا بیت قبلش هست که بسیار زیباست. بله. میگه که هر که نقص خیش را دید و شناخت، اینو تو خوندی، هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود ده اسبه تاخت. بله. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی می برد خود را کمال. از اون جهت نمی پره به سمت خدا که خودش رو کامل می دونه آدم. علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای ذوالجلال. بله. علتی هیچ مرضی بدتر از پندار کمال در تو نیست. از دل و از دیده به اوج بی بود که با هم دیگه صحبت می‌کردیم. از دل و از دیدت بس خون رود تازه تو این معجبی بیرون شود. که همون این معجبی هم از همون اوج میاد. فکر بله بله دقیقا. اوج میاد که داریم میگه. من اینا رو خلاصه کردم دخترم. بله. که بتونم. آره من فقط میخواستم اینو بخونم. قشنگه، خیلی قشنگه. بگو. بله میخواستم یه توضیح هم بدم که بله. یعنی شما یه قسمی هم خیلی شما خوب توضیح دادیم، فقط یه توضیح بدم که این پندار کمال که مولانا داره بهش میگه، ما این پندار کمال خیلی چیز مهمیه، چیزی که ما الان مثلا تو روانشناسی مثلا بهش میگیم کمال طلبی، پرفکشنیزم. خب این خیلی مانع بزرگیه. وقتی ما توی دیگران اینو مثلا دوست داریم، آدمای رنجش مثلا برای چی ما از آدمای دیگه پیدا میکنیم؟ چون دوست داریم اونا کامل باشن، پندار کمال داریم دیگه. از خودمون برای چی ناراحت میشیم و خودمون رو ملامت میکنیم؟ برای اینکه از خودمون باز دوباره پندار کمال داریم، فکر میکنیم ما باید کامل باشیم. یعنی به روش‌های مختلف این پندار کمال یا تفکر کامل بودن به ما ضربه میزنه. یه ضربه اساسیش که اینجا داره مولانا توضیح میده اینه که ما نمیایم به سمت خدا، نمیایم عیبای خودمون رو درست کنیم، ایرادای خودمون رو درست کنیم. حالا میگم خدا، منظورم اینه که کلا به سمت اینکه اون زنگارا رو از دلمون صاف کنیم نمیدیم، چون فکر میکنیم که من خوبم، من مشکلی ندارم. بعد اینجا خودش دوباره یه بیت دیگه تو این بخش میگه که کی تراشد تیغ دسته خیش را، رو به جراحی سپار این ریش را. میگه که این ریش یعنی زخم. میگه که تیغ که دست خودش رو که نمیتراشه که، برو بعد به یه جراحی بسپار این ریش رو. اون جراح چیه؟ اون خدای همون زندگیه دیگه. ریش یعنی زخم منظورتون؟ زخم. بله بله، ریش یعنی زخم. یعنی میگه اون زخمای ما، اون چیزایی که تو ما نیاز به درست شدن داره، در واقع اون نقصایی که، اون زنگارایی که باید پاک بشه، اون به دست خدا پاک بشه و بعد تو باید بری به سمت خدا و از خدا کمک بخوای. وقتی میری به سمت خدا کمک بخوای که اون پندار کمالو میذاری کنار. یعنی میگه حالا مثلا من الان مثلا فلان مدرکو دارم، من که همه چی بلدم، من که میدونم، اصلا من از مولانا بهتر بلدم، من اصلا از اینا بهتر میدونم دیگه، نمیدونم. اشکال سر اینه که اصلا فکر کنی که آدم خوبی هستی. یعنی خیلی میدونم. آره توهمی که فکر کنی که من آدم پاکی ام، درستم، من درست هیچ مشکلی ندارم. بله من توهم میدانم، اینکه توهم میدانم ما رو میگیره برای روش کردن. بله، در سر هر ریش جمع آمد مگس، تا نبیند قبح ریش خیش کس. آن مگس اندیشه ها و آن مال
آن مال تو، ریش تو، آن ظلمت احوال تو. میگه که اون مگس ها در واقع که دور اون زخم جمع میشن اندیشه های تو هن. یعنی تو یه سری زخم های درونی داری، بعد حالا برای خوب کردن این زخم های درونی میشینی بازم فکرم میکنی. یعنی اون اندیشه ها، اون اندیشه های هلوهوشون میگرده، اون افکار اونا کمکی به تو نمی کنه. و این ریش تو، آن ظلمت احوال تو، یعنی اون زخم تو، اون حال بدی که تو در درون داری حس میکنی. بر نهد مرهم بران ریش تو پیر، آن زمان ساکن شود درد و نفیر. پس بنابراین ما به یه پیری نیاز داریم که به اون زخم ما مرهم بزن. پیر کیه؟ همین مولانا. دقیقا. بزرگانی که ما باید ازشون واقعا یاد بگیریم. دقیقا. تا که پندارت که صحت یافته است، پرتو مرهم بر آنجا تافته است. این ز مرهم سر مکش ای پشت ریش، وان ز پرتو دان مدان از اصل خیش. میگه که ای کسی که پشت ریش شده، زخم شده، برو دنبال مرهم، سر مکش از مرهم، دنبال مرهم برو. اگه یادتون باشه یه جایی هم اون داستانه رو میخوندین که داشت خالکوبی میکرد، طرف هر جا بهش دست میزد به زخمش، میخواست خالکوبی کنه، میگفت دست نزن، میگفت دوم شیر نمیخوام، نمیخوام شکمش رو نمیخوام، یادش رو نمیخوام. در واقع اون داره تمثیل میزنه، میگه یعنی خدا یا زندگی میخواد بیاد رو زخمای تو، دردای تو کار بکنه. بله. بعد اینجا میگه که و اون بنابرای اون عنایتی که به تو شده و زخمات خوب شده رو وان ز پرتو دان مدان از اصل خیش، و بدون که این از عنایت خدا میاد. اینا ابیاتی بود که میخواستم بخونم، ببخشید طولانی شد. نه خیلی خوب بود، قربان شما. یه سوالم دارم که بعد از این داستان داستان مرتد شدن کاتب وحی هست، نمیدونم حالا اونم میخونید یا نه. بعد داستان نه نداریم. قصه بعدی مال چیزه، رومیان و به هم داستان هاروت و ماروت. این دوتا داستان من دقیقا کم پریدین ازش، بعد رفتین اون داستانه میخوندی فقط گفتم بپرسم. چونکه اونا قصه های کاملی نیستن، میدونید ما قرار شد که خود قصه ها رو فقط بحث کنیم. داستان هاروت و ماروت یه اشاره حالا میکنیم، توی چیزامون هست، توی قسمت های بعدی هست بهش اشاره میکنم. هاروت و ماروت دوتا فرشته که در بابل هستن و این صحبت ها، آره اون حالا بهش میرسیم، یه اشاره بهش. مرسی. خب خانوم خیلی خوب بود، مرسی. میایم سر خانوم فریماه عزیز. خانوم فریماه برای اون چی دارید امشب؟ بسیار خب، بریم ادامه داست چیز رو، قصه مری کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورت کردیم. اگه خاطرتون باشه قسمت آخر اون شعر قبری مولانا گفتش که علم چون بر دل زند یاری شود، علم چون بر تن زند باری شود. ور مثالی خواهی از علم نهان، قصه گو از رومیان و چینیان. راجع به این علم نهان میخواد صحبت کنه که همون قصه به اصطلاح صیقلی کردن قلبه که این دخترمون هم شعرشو خوند که وقتی قلبتو صیقلی میکنی یه علومی رو خداوند بر قلب شما حاضر و نازل میکنه که ما بهش میگیم علم لدنی. این میگه حالا این داستان مری کردن، مری کردن یعنی مسابقه دادن، مسابقه بین رومیان و چینیا رو هوشگان ببین به کجا میرسونه. خب میگه چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما راکر و فر. گفت سلطان انتقام خواهم دارین، گر شماها که از شماها کیست در دعوی گزین. اهل چین و روم چون حاضر شدند، رومیان در علم واقف‌تر بودند. چینیان گفتند یک خانه به ما خواست بسپارید و یک آنشون. بود دو خانه مقابل در به در، زان یکی چینی ستد رومی دگر. چینیان صد رنگ از شه خواستن، پس خزینه باز کرد آن انجام. رومیان گفتن نه نقش و نه رنگ، در خرایت کار را جز دفع زنگ. در فرو بستند و سیغل می زدن، همچه گردون ساده و ساده شد. میبینید گروه رومیان و چینیان در حضور یه پادشاهی رسیدن و میخوان با هم دیگه مسابقه بدن در نقاشی کردن، هنرنمایی کردن.
پادشاه میگه که خیلی خوب، ما یه مسابقه برگزار میکنیم، یک سالن بزرگی رو در نظر میگیرم، وسطش رو چیکار میکنم؟ پرده میکشم. یه سمت به سراغ سالن در اختیار چینیا، سمت دیگه سالن اونور پرده در اختیار رومیا. چینیا میدونی که اصلا معروف هستن به نقاشی و کارهای ظریف و به سلاب چه میگن یه نقاشی قشنگی هست، خیلی ریز کار میکنن، مینیاتور مثلا، یه هم چاله صد نوع رنگ میخوان، صد نوع رنگ، خیلی رنگای زیاد متنوعی. بالاخره پادشاه میگه بفرمایید هر چی رنگ، هر چی مثلا امکانات میخواد در اختیار قرار. اونا میرن و مشغول میشن روی دیوار خودشون شروع به نقاشی کردن. این طرف رومیا هیچی نمیخوان و همه متعجب میشن چرا اینا هیچی نمیخوان، و فقط اینا اون دیوار رو شروع میکنن به صاف کردن و به اصطلاح صیقل کردن. خب مولانا حالا اینجا میاد یه یادآوری میکنه، میگم مولانا وقتی قصه رو میگه وسط قصه یو یه چیزایی به خاطرش میرسه، یه پیامهایی رو به ما میگه. حد و صد رنگی به بیرنگی رهیست، رنگ چون ابر است و بیرنگی مهیست. دقت کنید، حد دو صد رنگی به بیرنگی رهیست. ببینید طرف از 200 رنگ، یعنی 200 نوع رنگ مختلف، تو میخوای به بیرنگی برسی. بیرنگی در واقع مثل آبه، آب چون بیرنگه در هر ظرفی به رنگ اون ظرف در، یعنی در واقع پس اگر تو بیرنگ باشی یعنی شفاف نیست، وقتی شفاف شدی یعنی هر رنگی که در جهان هستی وجود داره در تو چه تجلی میکنه. این نکته خیلی جالبیه، یعنی که تو بخوای به 200 رنگ مختلف خودتو در بیاری. کی گفته فقط تو دنیا 200 رنگ هست؟ ممکن چند هزار رنگ باشه. شما بس هر چقدر هم رنگ های متعدد داشته باشی بازم چیه؟ ناقصی. وقتی همه ی رنگ ها رو در خودت داری که بیرنگ بشی، مثل شیشه بشی، مثل آب بشی. خب بعد میگه که رنگ چون ابر است و بیرنگی مهیست. یعنی چی؟ وقتی که بی ماه همیشه پشت ابر چی میشه؟ پنهان میشه. میگه رنگ ها مانند اون ابری هستن که جلوی ماه رو میگیرن، اما وقتی تو بی رنگ میشی در واقع مثل خود ماه میشی، دیگه هیچ چیزی جلوی تو نمیگیره. یعنی این رنگ جلوی اون سیرت زیبایی تو رو چیکار میکنی؟ میپوشونه. خب چینیان چون از عمل فارغ شدن، از پی شادی دورها میزدن. شه در آمد دید آنجا نقشا، میره بودن عقل را و فهم. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را بالا کشیدند از میان. عکس آن تصویر آن کردارها، زد بر این صافی شده دیوارها. هرچه آنجا دید اینجا به نمود، دیده را از دیده خانه می رو بود. ببینید خودش هم اومد اول رفت سراغ چینی ها. چینی ها خیلی شادی می کردن که نقاشی زیبایی کرد، واقعا هم نقاشی زیبایی کرده بودن. خودش ها دید عجب نقاشی زیبایی، صد نوع رنگ به کار بودن، چون تشکیلات زیبایی اینا. گفت خب حالا این که نمرش 20 دیگه، خب حالا پرده رو بکشیم ببینیم رومیا چیکار کرد. حالا که اومد این بر نگاه کردید، اینا اصلا هیچ کار نکردن، یه آینه درست کردن، یه آینه کاملا صاف و صیقلی که نقش این چینیا افتاده توی دیوار اینا. بعد خیلی جالبه که تصویر این نقاشی روی اون آینه زیباتر از خود نقاشیه بوده. بدونی برای چی؟ برای که شما دقت کنید تو نقاشی، وقتی دقت کنید اون رگه های قلمرو و نمیدونم رنگ و اینا رو شما توی نقاشی واقعی میبینید، ولی وقتی که تصویرش میفته تو آینه مثل یه روتوش مثلا صورت میگیره. میدونی چی میخوام بگم؟ عکس دیگه روتوش میکنم دیگه اون رگه ها هم شما میبینید، بس برای تصویری که تو آینه است زیباتر از خود نقاشی هست. حالا مولانا چی میگه؟ میگه رومیان، یادتون باشه اینجا گفتش که رومیان در علم چی بودن؟ واقف‌تر بودن، یادتون میاد؟ خب پس برای میاد میگه که میگه رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. لیک صیقل کردند آن سینه ها،
پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها. آن صفای آینه وصف دل است، صورت بی منتها را قابل است. عقل اینجا ساکت آمد یا مزل، زان که دل با اوست یا خود اوست دل. عکس هر نقشی نتابد تا ابد، جز دل هم با عدد هم بی عدد. میبینید جنبندی که مولانا از این قصه میکنه اینه، یکی که رومیان همون صوفیان هست. صوفیان کیا بودن؟ صوفیان کسانی هستن که قلب خودشون رو چیکار کردن؟ صیقلی کردن. خب چجوری صیقلی کردن؟ از حرص، از آز، از بخل، از کینه قلبهای خودشون رو پاک کردن. پس برابر این دقیقا شدن مثل اون آینه ای که اون دوست یوسف برای یوسف آورده بود که چهره یوسف رو در اون چیکار میکرد؟ تجلی میداد. درست مثل اون آینه ای که رومیا درست کرد مقابل تصویر زیبای چینی ها که تصویر اون رو تو آینه چیکار میکرد؟ تجلی میداد. میگه که اینجا هستش که شما به اون چه که باید برسید میرسید، وقتی که قلبتون رو پاک میکنید. میگه عقل اینجا ساکت هم آمد یا مزل، مزل یعنی گمراه. میگه عقل اینجا که کار نمی کنه، اینجا وادی عشقه. وقتی قلب صیقلی میشه دیگه وادی عشق، وادی عقل نیست. عقل اینجا ساکت هم آمد یا مزل، زن که دل با اوست یا خود اوست دل. دل اینجا کار داره میکنه. عکس هر نقشی نتابد تا ابد، جز دل هم با عدد بی هم بیاد. میگه نقش فقط در دل پاک هستش که میتابه تا ابد، جای دیگه تا ابد بازتاب نداره. تا ابد هر نقش، تا ابد هر نقش نو کاید برو، می نماید بی حجابی اندر. میگه اون قلبی که به سال صیقلی هستش، هر نقشی که بتابه به اصطلاح بدون حجاب، بدون پرده، تا ابد این به اصطلاح تجلی خودش رو چیکار کنه؟ تکرار. یادتون باشه که اون داستان به اصطلاح بایزیدی که تو مسیر داشت میرفت، یه بار قصهش براتون گفتم، میرفت یه پیرمردی رو دید. پیرمرد گفت بایزید کجا میرید؟ گفت دارم میرم خانه خدا رو زیارت کنم. گفتش که اشکال نداره، هفت بار دور من بچرخ، زیارت قبول، بعد برگرد برو. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه قلب من خانه خداست و اون خشت و سنگی که توی خانه کعبه است هیچ وقت خدا نرفت اون تو زندگی کنه، اما تو قلب من به غیر از خدا هیچ کس نیومده تا حالا. پس بنابراین قلب مؤمن در واقع آینه تجلی نور الهی است. برحال این رو هم داره میگه و در قالب داستان رومیان و چینیان این رو به خوبی زیبایی به سلام بیان کرد. میگه اهل صیقل رستند از زنگ بود، هر دمی بینند خوبی، ببخشید، اهل صیقل رستند از بوی و از بوی و رنگ، هر دمی بینند خوبی بیدرنگ. نقش و قشر علم را بگذاشتند، رعایت عین الیقین برداشتند یا افراشتند. مرگ این جمله از او در وحشتند، میکنند این قوم بر وی ریشخند. گرچه نحو و فقه را بگذاشتن، لیک محو فقه را برداشتن. برتر از عرش و کرسی و خلا، ساکنان مقعد صدق خدا. چقدر زیبا. به یه کسانی که صیقل کردن قلبشون، میگه اهل صیقل رستند از بو و رنگ. میگه اینا از بو و رنگ رستند، یعنی هیچ وابستگی به هیچ چیزی ندارن، از این گذشتن. هر دمی بینند خوبی بیدرنگ، قلبشون فقط بازه به سوی خوبی، فقط زیبایی ها رو میبینن. خب نقش و قشر علم را بگذاشتن، یعنی چی؟ این علمی که ما به دست میاریم، علم رو یادتون میاد تو داستان اعرابی میگفتش چی؟ میگفت این کوزه کوچولویی که این داشت با خودش میبون، کوزه علم ماست، داریم پیش کی میبریم؟ پیش دریای معرفت الهی داریم، بسیار کوچکه. میگه نقش و قشر علم را بگذاشتن، رعایت عین الیقین افراشتن. رعایت عین الیقین یعنی چی؟ یعنی چشم یقین کننده، چشم حقیقت بین. میگه پرچم چشم حقیقت بین را برداشتن، یعنی چی؟ یعنی بصیرت پیدا کردن. اون کسانی که
قلب خودشون سیغلی کردن به وادی بصیرت رسیدن. خداوند چشم برزخی اینها رو چکار میکنه؟ باز میکنه. به همین دلیل بزرگترین وحشتی که الان در این جهان هستی هست مردم از مرگ دیگه. چیزی که شما از همه بیشتر ازش میترسید نوعا بشر ازش بیشتر است. اصلا آدم ها از جنگ میترسن. برای چی؟ برای اینکه ممکنه تو جنگ کشته بشه. واقعیت اینه دیگه. آدم ها از فقر میترسن. برای چی؟ برای اینکه ممکنه از بیپولی از گشنگی بمیرن. اصلا قضیه اینه. نمیدونن آدم ها از خیلی چیزا. در نهایت اون چه که بیشترین وحشت رو برای انسان رو به وجود آورده و نتونستن معماشم حل کنن تا کنون، بحث مرگ. دیگه مرگ که این جمله از او در وحشتن میکنن این قوم بر وی ریشخند. میگه این صوفیایی که قلبشون رو پاک کردن، مرگی که همه ازش میترسن این بهش میخندن، ریشخند میکنن مرگ رو. دقت کردید؟ گرچه نحو و فقه را بگذاشتن، لیک محو فقه را برداشتن. برترند از عرش و کرسی و خلا، ساکنان مقعد صدق خدا. میگه اینها کسانی هستن که از زمین و عرش و فرش هم حتی گذشتن و ساکنان مقعد صدق خدا قرار دارن. یعنی چی؟ یعنی در حضور خداوند جای گرفتن. به همین دلیل هیچی دیگه نمیترسن. درست مولانا اون شعر معروفش دیگه، اون غزل معروفش، رو سر بنه به والین، تنها مرا رها کن، نمیدونم ترک من خراب شبگرد مبتلا کن، یه جایش میگه که در خواب دوش دیدی، در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که رو سوی ما کن، گر اژدهاست بر در، عشق است چون زمرد. از برق آن زمرد این دفع اژدها. میگه من صدام کردن، داره میمیره، میگه من صدام کردم، من دیدم تو خواب دیدم یه پیری، اون مرادشه مثلا، میگه من صدا کردم گفت بیا، از اژدهای مرگ نترسی ها، با زمرد عشق اژدهای مرگ رو چیکار کن؟ بترسون، دفعش کن، اون فرار میکنه میره، بعد بیا پیش توی ما، هیچ ترس نداره، مرگ اصلا ترسی نداره. این خودش داره مولانا میگه. پس بنابراین وقتی که شما به اینجا برسید دیگه اگه از مرگ نترسید، از هیچ چیز دیگه ای تو این دنیا نخواهید ترسید، نه از قدرت طرف، نه از پول طرف، نه از نمیدونم سیاست بازی های طرف، هیچ چیز دیگه هیچ کس نمیترسه. اینجور آدم ها که از هیچ چیز دیگه نمیترسن، ناخودآگاه مورد احترام مردم قرار میگیرن. اولیای الهی مورد احترام قرار میگیرن. واقعا خیلی هم نادرن. بله، مثل اون که سعدی داستانشو گفت تو گلستان، درس گلستان من میدادم اینجا، گفتش که پادشاه اومد سراغ یکی از اولیای خداوند، بهش گفتش که یه دعایی برای من بکن. یه پادشاه خیلی جباری هم بود. این برگشت گفتش که خدایا هر چه زودتر این پادشاهو بکش. پادشاه اومد بهش گفت مثلا یه دعایی خیلی بکن. اینم گفت چشم. خدایا این پادشاه همین لحظه بکش. میگه این چه دعایی واسه من؟ گفت ببین بهترین دعا رو برات کردم. گفت چرا؟ که برای اینکه تو هر چی زنده بمونی به مردم ظلم میکنی، خودت هم وضعت بدتر میشه تو دنیای آخرت. ببین یه آدم که این حرفو میزنه خیلی باید جیگر داشته باشه که این حرفو بزنه، اونم جلوی پادشاه ظالم، میدونی خیلی باید جیگر. این نمیترسه دیگه، این آدم از مرگ نترسیده که اینجور حرف میزنه. خب اینم از این. ایمان احسن، ایمان ایمان دقیقا. پس بنابراین آخرین نکته اینه، میگه که همه رنگ ها در نهایت به بیرنگی میرسد. رنگ ها مانند ابر است و بیرنگی مانند نور مهتاب. رنگ و شکلی که در ابر میبینید نور آفتاب و مهتاب است و نور بیرنگ. بعد اینم که در مورد چیز، در مورد به اصطلاح این قصه رومیان و چینیان رو که براتون گفتم که رومیان مسئله چی هستن، چینیان مسئله چی، اما این نکته خیلی میگه علم کن نبود زهو بی واسطه، آن نپاید همچو رنگ واشطه. این خیلی، این آخرین پیام خیلی زیاد. میگه که علم کن نبود زهو بی واسطه، که اون علمی که از سوی خدا هم و بدون واسطه
به تو میرسه. اگه علم اون علم نباشد مثل رنگ ماشته پابرجا واقعی نمیمونه. رنگ ماشته چیه؟ رنگ ماشته یعنی اون آرایشگر. دیدید آرایشگر شما میره شما رو زیبا میکنه، رنگ آمیز میکنه، ابرو و چشم و نم فلان بسیار مثلا زیبا میکنه، اما این دائمی نیست که، بعد مدت پاک میشه، آب میره دیگه. اما علمی که از سوی خداوند میاد، این که اون قسمت بالا گفت اونایی که قلبشون رو صیقلی میکنن چشم بصیرتشون باز میشه و به یک علم الیقین میرسن، میگه این علمی است که هرگز از بین نمیره، مثل رنگ ماشته نیست که بعد از مدتی از بین بره. خب اینم از این. پس بنابراین به صفای درون این حرفا هم رسیدیم و بحثش کردیم. حالا ما یه 10 دقیقه وقت داریم، ولی من حیفم میاد که دوست دارم که حتما به صحبتای هم خانم چیز رو گوش کنم، خانم شهرزاد خانم رو دوست دارم حتما شعر برامو بخونه استفاده کنم. ای آقای دکتر سهرابی عزیز من حضور داشته باشن شعر ایشون رو هم گوش کنم. بله مرسی، خیلی متشکرم. من فعلا بس همینجا دیگه مطلب رو قطع میکنم، شما رو هم خیلی خستتون نکنم. از حالا آقای شهرزاد خانم اگر تشریف دارید، خانم شهرزاد خانم اگر میتونید خودتون رو میوت کنید و شعر قشنگتون رو برامون بخونید تا ببینم آقای سهرابی هم ان شاءالله جواب بدن صحبت. خیلی بود، خیلی عالی. خیلی خوش. بفرمایید. درود خدمتتون جناب دکتر و همه دوستان امشب، برنامه بسیار جالبی بود، لذت بردیم. نمیدونم چقدر فرصت دارم، میخواستم یک داستانی رو براتون بخونم اگر فرصت هست، ولی اگه خسته هستن جمع میتونم شعر کوتاهی بخونم. نه نه بفرمایید، استفاده میکنم چون یه 10 دقیقه وقت داریم. بفرمایید. من در محفلی بودم و یک داستانی اسکندرنامه نظامی رو به نظرم اومد خوندم، حیفم اومد که امشب اون رو هم با شما در میان نگذارم. حتما. در اسکندرنامه نظامی آمده که وقتی که اسکندر به شهر قفچاق میره، زنان اونجا رو بی‌حجاب میبینه و در این رابطه سروده بسیار زیبایی است که بی مناسبت هم به حال هوای امروز ما نیست. میگوید بیابان همه خیلی قفچاق دید، در او لعبتان سمنساق دید، به گرمی چو آتش به نرمی چو آب، فروزانتر از ماه و از آفتاب، همه تنگ چشمان مردم فریب، فرشته زدیدارشان ناشکیب، نقابی نبر صفحه رویشان، نباک از برادر نز شویشان، سپاهی عزب پیشه و تنگ یاب، چو دیدند روی چنان بینقاب، زتاب جوانی به جوش آمدند، در آن داوری سخت هوش آمدند، کس از بیم شه ترک تازی نکرد، بدان لعبتان دست یازی نکرد، چو شه دید خوبان آن راه را، نه خوب آمدان قاعدت شاه را، پری پیکران دید چون سیم ناب، سپاهی همه تشنه ایشان چو آب، ز محتاجی لشکر اندیشه کرد، که زن زن بود بیگمان مرد مرد، یکی روز همت بدان کار داد، بزرگان قفچاق را بار داد، پس از آنکه شاهانه بنواختشان، به تشریف خود سر برافراختشان، به پیران قفچاق پوشیده گفت، که زن روی پوشیده بهتر نهفت، زنی کو نماید به بیگانه روی، ندارد شکوه خود و شرم شوی، اگر زن خود از سنگ و آهن بود، چو زن نام دارد نه هم زن بود، چون دشت بانان شورید را، شنیدند یک یک سخنهای شاه، سر از حکم آن داوری تافتند، که آیین خود را چنان یافتند، به تسلیم گفتند که ما بنده ایم، به میثاق خسرو شتابنده ایم، ولی روی بستن ز میثاق نیست، که این خصلت آیین قفچاق نیست،
در آیین تو روی بربستن است، در آیین ما چشم بربستن است. چو در روی بیگانه نادیده به، جنایت نبر روی بردیده به. وگر شاه را ناید از ما درشت، چرا بایدش دید در روی پشت؟ عروسان ما را بس است این حصار، که با حجله کس ندارند کار. به برقع مکن روی این خلق ریش، تو روشو برقع انداز بر چشم خیش. کسی کو کند دیده را در نقاب، نه در ماه بیند نه در آفتاب. جهاندار اگر زن که فرمان دهد، ز ما هر که خواهد بر او جان دهد. ولی شاه را جمله فرمان بری، ولیکن ز آیین خود نگذری. سپاسگزارم. بسیار بسیار عالی بود، مرسی. این چشم بستن و روی بستن جالبیه. نمیدونم والا، خدا کنه که این توفیق داده بشه به آدم ها که بتونن چشم ببندن. میدونید این خیلی نکته جالبیه و این خودسازی میخواد. میدونید این خودسازی میخواد. 600 سال یعنی ششم گفته شده و چقدر با زمان امروز ما واقعا. بسیار عالی، دستتون در برای خیلی شعر جالب. درود بر شما خانم شهرزاد، با این انتخاب بسیار زیبا و این لحظه خوانش بسیار عالی و بی‌نظیر، درود بر شما. من خواهی، من شاگردی شما هم به پای شما هرگز. الحمدلله استعدادهای بسیار خوبی ما الحمدلله داریم در اینجا. بسیار ما سپاسگزار همه دوستان هست. خب آقای دکتر سهرابی عزیز ما، مثل که روغنش اندفع به شما رسید جناب دکتر سهرابی. آره بفرمید. آره من سلام به حضار محترم. من هنوز در حال و هوای تهران ایرانم. دکتر چایچی خیلی 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 معذرت میخوام از این که متوجه نبودم که میکروفون من بازه. خیلی معذرت میخوام. نه نه مسئله این نیست، اتفاق میفته های دکتر. نه مسئله هست، ما باید این فرهنگ را یاد بگیریم که وقتی که کسی صحبت میکنه ساکت باشید، همونطوری که وقتی که خود شما صحبت میکنید توقع دارید که دیگران ساکت باشن. بله، همین رو باید خودمون رعایت کنیم و من خیلی معذرت میخوام از این که این اتفاق افتاد. تعمدی نبوده آقای دکتر، مطمئنم تعمدی که نبوده. میدونید بفهمید باشم. هر شود که سایه یک غزلی داره که هوای کوی تو دارم نمیگذارندم، مگر به کوی تو این ابرها ببارنده. من میدونی که ارادت خاص به سایه داشتم و دارم. این غزل رو استقبال به همین شعر سایه دارم که قافیه خیلی سختیه. نمیدونم چرا اصلا رفت روی این قافیه. اگر چه خواب و خیال تو زنده دارندم، خیال و خواب تو راحت نمیگذارندم. بله، حضور روی تو با من همیشه هر جا هست، در آن دقیقه که در خاک می سپارندم. در این شبانه ابری شبی نمایان باش، که ابر درد و مرارت چنین نبارندم. نمانده طاقت ماندن، خمیده ام از درد، شراب و خلسه بنازم هنوز دارندم. چه شکوه ها که نکردیم و یار غافل ماند، قرار بود ز لطف تو مژده آرندم. هوای مستی و معشوق و رنگ موی سپید، در این حوالی خاموش می کنارندم.
نوشت رفتن لیلی به سرنوشتم بود. به حکم عشق از این بیش می نگارندم. بیا و قصه دیدار بیستون یاغی. بیا به قصه دیدار بیستون یاغی. هلنگ و تیشه به کار تو می گمارندم. تمام. ممنون. بسیار عالی، بسیار عالی. دستتون در نکنه. بسیار عالی. رومیان هم تشویقتون بکنن جناب دکتر. ممنون. بسیار شعر قشنگ. مرسی. خب ما به ساعت 8 رسیدیم. من دوست داشتم که دو تا دیگه قصه رو بخونم، ولی دیگه نمیخونم چون دیگه زمانمون به پایان رسیده. ان شاء الله هفته آینده دو تا دیگه قصه هست که جلسه نهمه، ولی ادامه جلسه نهم رو اون دو تا قصه رو که گفتم یه جنبندی از مجموعه شعرهایی که یه چیز حدود 20 ما شعر 20 قصه گفتیم. اصلا باورتون میشه؟ اصلا الان یه یعنی در واقع 9 جلسه میشه هفته آینده ان شاء الله جلسه نهمه. در واقع یعنی اصلا آدم چشم هم میزنه میبینه که یک دفتر از مثنوی به پایان رسید. حالا ان شاء الله خداوند توفیق بده بقیه دفاتر رو هم با هم دیگه به همین کیفیت بخونیم و بحث بکنیم و انشالله درس های لازم رو ازشون بگیریم. پس بربرین قرارمون میشه برای هفته آینده انشالله که دو تا قصه هست، اون دوتا رو میخونیم که به اصطلاح دفتر اول به پایان میرسه. ادامه جلسه رو به اصطلاح جمع‌بندی از به اصطلاح مطالبی که در قصه های مختلف یاد گرفتیم برای دوستانی که علاقمند هستن یه ریویوی هم در واقع شده باشه میگذرونیم و بعد از هفته بعد انشالله جلسه دفتر دوم مثنوی رو آغاز میکنیم. انشاءالله این مشکل فنی دوربین کامپیوتر منم حل بشه و من بتونم شما بتونید تصویر من داشته باشید. البته الان تصویر منم نداشته باشید چیزی ضرر نکردید شما. انقدر که الان صدای منه که میشنوید که من چهره زیبای شما رو که میبینم لذت خیلی متشکرم. سوالی میتونیم بکنم من؟ جانم بگو دخترم. جانم بگو. تا داستانی که میخوایم بخونید چی؟ چون تا آخر دفتر اول داستانای زیادی هست. من نمیدونم کدوم الان بهت میگم. دفتر بعدی بذارید پیدا کنم. یه لحظه عزم کنم. اول بذارید من این رو خاموش کنم. دیگه برای من نهاریم.